چرا خمیازه میکشی؟ تقریبا همه خمیازه میکشن، از انسان گرفته تا مارمولک. ما تقریبا هر روز این عمل رو بارها تکرار میکنیم. حتی جنین در شکم مادر هم خمیازه میکشه. چه وقتی که خسته ایم و چه حتی وقتی که بیدار و سرحال هستیم هم ممکنه ما خمیازه بکشیم. به نظرتون واقعا خمیازه واگیردار و مصریه؟ بیشتر خمیازه ها حدود 5 ثانیه طول میکشه و با کشش همراهه. این ترکیب خمیازه و کشش برامون خیلی لذت بخشه. اما آیا خمیازه کشیدن دلیل فیزیولوژیکی خاصی داره؟ سلام، به کانال تکسون تیوی خوش اومدین. با ما همراه باشین تا بفهمیم واقعا چرا خمیازه میکشیم. اما لطفاً اگه هنوز کانال رو سابسکرایب نکردین، روی سابسکرایب کلیک کرده و زنگوله رو روشن کنید تا اولین نفری باشید که ویدیوهای تکسون رو میبینه. وقتی خمیازه میکشیم دقیقاً چه اتفاقی میفته؟ دیدین حتی فکر کردن و خمیازه هم خمیازه میاره؟ تا به حال شده سعی کنی که جلوی خمیازتون رو بگیرین؟ خمیازه هم مثل عدسه از اون کارهاییه که کنترل خیلی کمی روی اون دارید. در واقع خمیازه نوعی تنفس عمیق غیر ارادیه که با گشودن و باز کردن دهان همراهه و هنگام بستن دهان بازدمی کوتاه و آرام از دهان خارج میشه. تا مدت ها اعتقاد بر این بود که خمیازه روشی برای گرفتن اکسیژن بیشتر و خلاصی از دیوکسید کربونه. در گذشته خمیازه رو راهی برای خارج کردن هوای بد از درون بدن می دونستن. اما تحقیقات این نظریه قدیمی رو رد کرد. در آزمایشاتی که صورت گرفت، افراد رو در محیط‌هایی با اکسیژن کم و زیاد قرار دادن و دریافتن که تأثیری روی میزان خمیازه افراد نداره. بهتره بدونید نظریه‌های مختلفی وجود داره که جدیدترین نظریه اینه که خمیازه برای خنک کردن مغز رخ میده. چرا وقتی خسته نیستیم هم خمیازه میکشیم؟ معمولاً همه ما خمیازه رو با خوابالودگی و خستگی متناظر میکنیم. اما محققین دریافتن که وقتی استرس داریم هم خمیازه میکشیم. سال هاست که روی خمیازه مطالعه میشه. دلایلی به غیر از خستگی هم که باعث خمیازه میشه برای دانشمندان جالبه. ممکنه دلیل خمیازه این باشه که کمک میکنه ذهن و بدن از حالتی به حالت دیگر تغییر کنه. خمیازه کمک میکنه وقتی خواب‌آلود هستید بیدار بمونید و وقتی حوصله‌تون سر رفته هوشیار بمونید. خمیازه کمک میکنه موقعی که اضطراب دارید آرامش خودتون رو حفظ کنید. خیلی خوبه پس. خمیازه ترموستات بدن است. بی‌حوصلگی، خستگی، گرسنگی و اضطراب، اینها چه اشتراکی با هم دارن؟ همه اینها دمای بدن رو بالا میبرن. تحقیقات اخیر نشون داده که ما برای محافظت از مغزمون در برابر حرارت خمیازه میکشیم. مغز به تغییرات دمای بدن بسیار حساسه و وقتی خنک هستیم بهتر کار میکنه. با خمیازه کشیدن گویی هوای خنک به مغز میرسه و مغزمون سرحال میشه. دلیل زیاد خمیازه کشیدن چیست؟ معمولاً دلیل زیاد خمیازه کشیدن کم خوابی شب قبله. اما برخی بیماری ها هم ممکنه دلیل زیاد خمیازه کشیدن باشه. جالبه بدونید بعضی افراد قبل از سکته قلبی خمیازه می کشن. کسانی که سردردهای میگرنی، اسکیزوفرنی و فلج چنگانه دارن هم زیاد خمیازه می کشن. تمام این اختلالات با مشکل بدن در تنظیم دمای طبیعیش همراهه. ممکنه مبتلایان به سر قبل از حمله چند بار خمیازه بکشن. گاهی خمیازه نشون میده که درد میگرن میخواد به سراغتون بیاد. خمیازه ممکنه ناشی از اختلالات نورولوژیک باشه که باعث داغ شدن مغز میشه. در واقع خمیازه پشت سر هم راهی برای خنک کردن مغزه. چرا خمیازه مصری است؟ همه ما تجربه کردیم که با دیدن کسی که خمیازه میکشه ما هم ناخودآگاه خمیازه‌مون میگیره. خمیازه بدون شک واگیر داره و در حیوان‌ها هم دیده شده. اما این مسئله همچنان بحث برانگیزه. نظریه‌ای باور داره که مصری بودن خمیازه برای حس همدلی بین افراده. در تحقیقی که روی کودکان انجام شد فهمیدند خمیازه به کودکان زیر 4 سال سرایت نمی‌کنه و این دقیقاً حدود همان سن و سالیه که کودکان حس همدلی و همدردی رو یاد می‌گیرن.
همچنین نشون دادن که کودکان اوتیسم به خمیازه دیگران کمتر از سایرین واکنش نشون میدن. در مطالعه دیگری با انجام تست شخصیت و بعد از اون نمایش کلیپ خمیازه دریافتند افرادی که کمتر احساس همدلی میکنن کمتر خمیازه سرایت میکنه بهشون. نظریه دیگه باور داره که خمیازه روشی اولیه برای هوشیار کردن دیگران و برای گوش به زنگی و مسون ماندن از خطره. پس وقتی یه نفر در گروه خمیازه میکشه، بقیه هم این رفتار رو تکرار میکنن تا مغزشون بهترین عملکرد رو داشته باشه. مطالعات روی خمیازه همچنان ادامه داره و وجوه پنهان این پدیده در آینده کشف خواهد شد. به نظرتون رابطه خمیازه زیاد با اشک چشم چی میتونه باشه؟ آیا شما هم با دیدن این ویدیو خمیازتون گرفت؟ دفعه بعدی که خمیازه کشیدین سعی کنید به عوامل نامبرده بیشتر دقت کنید و ببینید علت خمیازه شما چی میتونه باشه. به پایان یه ویدیو دیگه رسیدیم و ازتون میخوایم نظراتتون رو لطفاً و حتماً برای ما کامنت کنید و اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایک کنید و به دیگران معرفی کنید. ممنون که با ما همراه بودین.